26 بهمن 1331 در شهر دماوند به دنیا آمدم. خانواده من از دماوند نیستن. من پدرم چون برای مأموریتی به دماوند رفته بود برای 2 سال، طی اون سالها من در این شهر به دنیا آمدم. محیط خانوادگی من محیط فرهنگی بود. مادرم آدم باسوادی بود، از زنانی بود که رفته بود دانشسرای عالی و دبیر بود، مثلا زبان فرانسه بلد بود، ولی پدرم کارمند بانک ملی بود و همین مأموریت هم رفته بود برای تأسیس بانک ملی دماوند. بقیه دوران زندگیم در تهران بوده. خانواده هم چون خانواده‌ای بودن که برای دوران خودشون خانواده‌های پیشروی بودن، مانع من نشدن در موسیقی، بلکه مشوق من هم بودن. و تو خونه ما همیشه موسیقی به این صورت بوده که، یعنی مادرم که خودش از زمان نوجوانیش و خانوادهشون گرامافون داشتن، مثلا تصانیف قمر و اینا رو میشنیده، پدرم ویولون میزده، علاقمند به ویولون بوده. و این موجب شد که من کششی که از بچگی به موسیقی داشتم این رو تشویقش کردن. این اتفاقی که شاید در خیلی خانواده ها نمیافتاده اون زمان. و من جز خاطراتی که دارم از بچگی اینه که من خیلی به مسائل فیزیک و ریاضی و اینا هم علاقمند بودم. یه چیزایی می ساختم که صدا بده، یه سازای خودم اختراع می‌کردم، تا اینکه منجر میشه به آگهی هنرستان ملی برای ثبت نام که من مطرح میشه در خانواده و علاقمند میشم برام به هنرستان موسیقی. از کلاس پنجم ابتدایی میرم هنرستان موسیقی ملی. خوب یادمه که روزی که رفتیم، یعنی خاطرات خیلی واضحیه، با پدرم رفتیم اونجا برای اسم نویسی. سال اولی بود که آقای حسین دهلوی رئیس هنرستان شده بودن و آقای روح الله خالقی که رئیس هنرستان بودن برای عمل جراحی اروپا رفته بودن. و یادمه که من بعد از چند سال که هنرستان اومدم، ایشون متاسفانه فوت کردن و این یکی از خاطرات خب نچندان خوب زمان همون ورود به هنرستان موسیقیه. ولی خب هنرستان موسیقی با جناب دهلوی شروع شد. هنرستان یه جوری بود که درس‌های عادی هم داشت، یعنی شما در واقع درس موسیقی مازاد بر درس‌های معمول دبستان و دبیرستان بود و ما همه درس‌ها رو داشتیم و علاوه بر اون درس‌های موسیقی رو هم داشتیم. و بعد از کلاس دهم متوسطه بود که اون زمان 12 کلاس بود دیگه، اون 3 سال آخر تخصصی می‌شد. من ساز تخصصی رو تار انتخاب کردم به پیشنهاد آقای دهلوی و پدرم. ولی خب ما در هنرستان سازهای دیگه هم کار میکردیم. هر دو برنامه موسیقی کلاسیک و ایرانی رو داشتیم، یعنی پیانو میزدیم، تئوری میخوندیم، سولفژ میخوندیم، هارمونی میخوندیم، ارکستراسیون میخوندیم، یعنی تمام به اصطلاح درس هایی که یک کنسرواتوار موسیقی غربی داره رو میخوندیم. علاوه بر اون یک ساز تخصصی ایرانی هم ما داشتیم که حالا مثلا
کسی که موسیقی ایرانی نمیخوند ساز تخصصیش فرض کنین یه ساز غربی بود. تفاوتش این بود. خیلی جالب بود. هنرستان بهترین استادای موسیقی در هنرستان بودن. علی اکبر خان شهنازی اونجا تار درس میداد، آقای پایور اونجا سنتور درس میداد، رحمت الله بدی ویولن درس میداد، آقای پورتراب بودن تئوری و هارمونی، آقای منصوری بودن، استادای پیانومون خانم مارتی روسیان و هاکوپیان بودن و استاد ظریف بودن، استاد تارمون در اون دوره. شهنازی به هر حال یه استاد سنتی بودن، پسر آقا حسین قلی و رتبه و مقام خودشون رو داشتن و ایشون خیلی در حاشیه می اومدن کلاس ها رو، حتی من میگم در حاشیه، برای اینکه این هنرستان دو تا ورودی داشت، یه ورودیش می اومد از پله ها می رفت تو دفتر معلمین، یه ورودی داشت از این بر یه پله باریکی بود که می رفت به طبقات کلاس بالا. ایشون از اون ورودی می اومدن می رفتن کلاس بالا و خیلی با اعتقاد و پشت کار می اومدن کلاس‌های روز رو درس میدادن که کلاس‌های ما بود. بعد پنج بعد از ظهر به بعد که کلاس تموم میشد، کلاس ما ها که هنرستانی بودیم، کلاس شب ایشون شروع میشد و دانشجویان مسن‌تر ایشون می اومدن و ما خب خیلی خاطراتی هم داشتیم. ما مثلا بچه بودیم میشستیم ساز میزدیم، بعد یه دفعه مثلا کسانی مسن می اومدن و این تداخلی که ایجاد میشد بین ما تداخل جالبی بود از لحاظ نسلی و سبک ساز زدن. هفته دو بار می رفتم من پیش آقای شهنازی، حتی بعضی وقتا هفته چهار بار مثلا کلاس شبشون هم می رفتم. بعد با من کار می کردن. همونطوری که گفتم ضبط صوت هم نداشتیم، نمی دونستیم این چیزی که می زنیم جلسه بعد به کجا میره. یعنی می رفتیم سعی می کردیم تو راه خونه یادمون نره تکرارش کنیم، بعد بیایم ببینیم بقیه داستان چیه. بعضی استادامون خب جوان بودن، مثلا استاد ظریف خیلی جوان بودن، ایشون فکر می کنم مثلا شاید اون موقع 22 سالشون بود. سالهای بعد سال نهم و اینا که رسیدیم، آقای فخردینی هم به ما یه درس تئوری موسیقی ایرانی میدادن که من یادم در اونجا بود که اولین بار من صحبت عبدالقادر مراقی رو شنیدم و ایشون صحبت از عطاونین و این وزنهای به اصطلاح قدیم و از این صحبت ها کردن که خود همینم میدونین آدم اون دوران یک استادایی یه چیزای خیلی کوچیکی رو آدم تأثیر میذاره، آدم کشیده میشه به طرف یک مسئله. مثلا من فکر میکنم همین خودش یک جرقی بود که من از همون موقع علاقمند شدم برام ببینم این داستان‌ها و رسالاتی که در قدیم راجع به موسیقی ایرانی بوده چی بوده. دوستان خیلی نزدیک و صمیمیم آقای علیزاده بودن. آقای علیزاده از کلاس هفتم اومدن هنرستان، من از کلاس پنجم ابتدایی، یعنی من کلاس ششم که بودم ایشون اومدن کلاس هفتم. خیلی ما تمرین میکردیم، خیلی شور و شوق داشتیم، یعنی یک لحظه آروم نمیشستیم، یعنی حتی زور وقت نهار جای تمرین هم نبود، مثلا میشستیم همون تو حیات مثلا تمرین میکردیم، بعد میرفتیم تو راه رو تمرین میکردیم. مثلا من یادم همیشه من و آقای علیزاده با هم از مسیر هنرستان میومدیم خونه و داستانهای کودکی و ماجراهای راه مدرسه به خانه و این چیزا، و ما با ایشون خیلی این مسیر موسیقی ایرانی رو طی کردیم تا به امروز. بعد از هنرستان دانشگاه رفتیم، مرکز حفظ و اشاعه رفتیم. غیر از علیزاده، خب علیزاده هم سازمون مشترک بود، ایشون هم تار میزد،
ولی خب مثلا آقای علی رهبری بودن که چند سال بالاتر از ما بودن، آقای اسماعیل واسقی بودن، اسماعیل تهرانی بودن، آقای روشن روان بودن، آقای دولت شاهی بودن که خیلی خوب بودن، ایشون هم چند سال بالاتر از ما سال بالایی بودن. چند تا شانس داشتم در زندگی. خانواده خیلی مشوق من بودن. اولا من خیلی زود تاری یحیی داشتم. مثلا یادم یه روز، حالا خاطره میخواستیم بگیم، این خاطره جالبیه. شاید مثلا من سال دوم هنرستان بودم، مثلا تمرینای کتاب هنرستان میزدم، مثلا تار بلد نبودم بزنم. بعد یه دفعه با برادرم که 6 سال از من بزرگتره، همینجوری دراز کشیده بودیم، بعد از ظهر تابستون بود، سولوی جلیل شهناز رو پخش میاد، سگام میزد. بعد برادرم گفت داریوش تو نمیتونی اینطوری تار بزنی؟ گفتم چرا، این تارش خوبه. گفت مگه چیه تارش؟ گفتم تاری یحیی است این. گفت خب من یه تاری یحیی برات میخرم. اون کارمند بود تازه، مثلا یک ماه خورده حقوقش رو داد برای من یه تاری یحیی خرید. بعد این تاری یحیی باعث شده بود که دیگه گرفتار شده بودیم و هر کس می‌خواست کنسرت بده، هر کس می‌خواست ضبط بکنه از همکلاسی‌ها، این تاری یحیی رو از ما قرض می‌کرد. یادم ما از مسیر هنرستان که می‌اومدیم به خونه، از اون خیابون که الان اسمش جمهوری رد می‌شدیم، اونجا این ضبط صوت فروشی‌ها بود، این ضبط صوت‌های آکایی آورده بود که ریل داره و سرپاس، خیلی جذاب بود. برای اون موقع این چراغا و یه چیز میزد و ما همینجوری پشت شیشه رد میشدیم، دهنمون آب میافتاد که چطور میشد اینا. بعد من یه دفعه به اون برادر بزرگتر از اون یکی، یه برادر بزرگترم دارم، پرویز، که خلاصه بهش گفتم من میخوام یه دونه از این، مثلا آرزوم اینه یه دونه از این ضبط صوتا داشته باشم. و اون برادرم هم در هر صورت اومد کمک کرد و ما یه دونه از اون ضبط صوتای آکایی که برای زمان خودش خیلی چیز جذابی بود. بعد خب من دارم اینو زمانی میگم که خیلی دسترسی مشکل بود به چیزای صوتی. یک رادیوی گراندی که بزرگم داشتیم که این مرتب وصل بود به این ضبط صوت آکایی، و خلاصه ما موسیقی از موسیقی کلاسیک گرفته باخ و بتوون تا مثلا برنامه‌هایی که من یادم اولین برنامه‌هایی که رادیو راجب موسیقی ایرانی گذاشت، بله، ایرج گل سرخی این اومد و از روی کتاب چیز میخوند، سرگذشت موسیقی خالقی میخوند و چند تا صفحه از آقا حسین قلی پخش کرد و اون اولین بار بود که ما مثلا یه چنین سازی و چنین سبکی شسته رفته هم بود، یعنی نمونه های تمیزی بود من ضبط کردم و این اصلا یه تحولی شد. من یادم که مرحوم لطفی، محمد رضا لطفی، اومد خونه ما که اینا رو بشنوه و ضبط بکنه. اون موقع خیلی چیز بی سابقه ای بود و من و علیزاده و لطفی با هم چیز میکردیم. لطفی از شهرستان، از گرگان میومد، از ما بزرگتر بود، ولی اومده بود تهران، ساکن شده بود، ما تو خانواده بودیم، اون خونه خودشون اجاره کرده بود. مثلا میرفتیم با هم تمرین میکردیم، مثلا تمرین های اتودای وزیری رو میزدیم و چیزهای مختلف میزدیم. کلاس شهنازی هم میومد کلاس شب، یه دوستی اینجوری هم داشتیم. بعد مثلا این داستان ضبط صوت و اینا یه باز یه برهه از موسیقی ایرانی و یه جرقه ایه که زده شد. و بعد لطفی رفت، بعد از این جریان رفت، از این کسانی که جمع میکنن، عتیقه جمع میکنن و صفه جمع میکنن، یه کسی رو پیدا کرد که یه تعدادی زیادی صفات قدیمی داشت، اینا رو خرید از اینو. بعد خلاصه ماجراهای اینا، ماجراهای جوانی ماست دیگه، که بعد از اینا استخراج کردیم. مثلا واقعا یه دنیایی که کشف جدیدی بود.